سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، از مجموعه ایران سرویس شاپ در خدمت شما هستیم با تنظیمات گلونی 850. تو این ویدیو میخوام نحوه تنظیماتش رو به صورت فشرده و سریع خدمتتون بگم و منوی مخفیش رو بهتون آموزش بدم. برای ورود به منوی مخفی این دستگاه شما باید اول دستگاه رو خاموش میکنید، به این صورت این دوتا دکمه رو نگر میدارید. وقتی که قرمز چشمک زن شد شما وارد منوی مخفی شدید. چند تا تنظیمات میتونید انجام بدین. اولیش دما هستش، میتونید دمای نوشیدنیتون رو سه حالت براش تنظیم بکنید: کم، متوسط، زیاد. برای این کار این دکمه رو نگر میدارید، میبینید حالت ستایی 1 2 3، سه حالت داره. تو هر حالتی من دستم رو بردارم تو اون حالت ست میشه. مثلا من تو حالت 1 دستمو که بردارم الان شد لاو یا دمای کم. یه لحظه اینو فشار بدم میتونم ببینم، ببینید الان رو حالت لاو تنظیم شده. اگه نگهش دارم میشه مدیوم، میبینید یه بار فشار میدم میبینم. برای ذخیره کردنش دکمه پاور رو فشار میدم، الان توی مدیوم ذخیره شد. بهترین دما دمای مدیوم هستش یا متوسط هست که هم به دستگاه فشار نیاد هم نوشیدنی مطلوب بهتون بده. حالا احیانا موردی اگه خواستی میتونید دما رو حد اکثر یا رو حد اقل تنظیم بکنید. تنظیم دوم که میتونید انجام بدید، من باز وارد منوی مخفیش میشم، زمان استنبای هست. زمان استنبای هم شما میتونید سه حالت براش تنظیم بکنید. بهتره که کوتاه‌ترین زمان رو انتخاب بکنید که هم مصرف برق بیاد پایین‌تر، هم دستگاهتون دیرتر مستهلک بشه. چون اگه حدود 15 دقیقه از دستگاه استفاده نکنید خود به خود خاموش میشه. میتونید تا 3 ساعت هم تنظیم بکنید. تو این مدت 3 ساعت دستگاه دائما در حال فعالیت، هم برق مصرف میکنه هم المنتش فرسوده میشه. در صورتی که خیلی ناچار بودین رو 3 ساعت بذارید، بهترین زمان 15 دقیقه است. برای این کار دکمه وسطی تکاپ رو نگه می‌دارین مثل قبل، 1 2 3. اولیه میشه 15 دقیقه، 75 دقیقه یا 3 ساعت. مثلا من رو 15 دستمو بر میدارم، یه بار اینو فشار میدم، یه بار اینو فشار بدم، اینجا به هم میگه که تو کدوم حالت هست. الان رو 15 دقیقه است نگر میدارم، الان روی 75 دقیقه است، باز نگر میدارم رو 3 ساعت نگر میدارم، میذارمش روی این حالت. حالا دکمه پاور رو که بزنم ذخیره شد. پس این شد زمان استنبای رو تنظیم میکنیم. دوباره من وارد منو مخفیش میشم. گزینه بعدی تنظیم سختی آب هستش. تنظیم سختی آب 5 حالت داره. شما قبلش باید اون کاغذی که داخل کارتونش بود، یه کاغذ اینجوری داخلش داره که سختی رو 5 حالت رو بهتون نشون میده، 1 2 3 4 5، بر اساس اون که میذارین داخل این کاغذ، میذارین داخل آبی که استفاده میکنین، 1 خونه 2 خونه یا 5 خونه رنگی میشه. مثلا اگه 2 خونه رنگی بود اینجا 2 رو تنظیم میکنیم، 5 بود 5 رو تنظیم میکنیم. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ با دکمه آب. قرمز چشمک زن یعنی منو فعال هست. من اینو نگر میدارم، به ترتیب ببینین این 1 2 3 4 و 5، 5 حالت قابل تنظیم هست. مثلا من اگه روی 1 باشه، یه بار اگر فشار بدم میتونم تنظیماتشو ببینم. الان روی سختی 1، یعنی آب خیلی خوبه، سبکه. میتونم روی 2 بذارم و معمولا بهتره روی 4 بذارین. معمولا آب اگه آب تصفیه چند مرحله دارین، سختیش زیر 40 و 50، میتونین روی 1 بذارین، ولی از روی کاغذش میتونین عدد دقیقش رو به دست بیارین و تنظیم بکنین. برای ذخیره شدن دوباره دکمه پاور رو فشار میدین تا ذخیره بشه. من دوباره میرم داخل منو، به ترتیب یه بار مرور میکنم. دکمه دو کاپ شد برای دما. من یه لحظه فشار بدم میتونم ببینم حالت 3 تنظیمه، استنبای حالت 1 تنظیمه. یه بار فشار بدی بهت نشون میده، دست تو باید سریع برد. آب جوش یه بار فشار میدم، روی 1 2 3 4 تنظیمه. خواستم هر کدومون تغییر میدم، دکمه پاور رو فشار میدم و ذخیره میشه. به همین راحتی شما میتونید ستاپ این دستگاه رو انجام بدید.
در رابطه با حجم نوشیدنی هم باز قابل تنظیم هست. شما استاندارد این تنظیمات دستگاه اینه که دکمه تک کاپ رو اگر نگهدارین یه لحظه فشار بدین، خب 15 ثانیه بهتون نوشیدنی میده. دکمه دو کاپ رو بزنین حدوداً 25 ثانیه تنظیمات کارخونه است. اگه خواستین این تایم رو تغییر بدین و طبیعتاً حجم نوشیدنیتون رو عوض بکنین، دستتون رو از روی دکمه بر نمیدارین. مثلا من تک کاپ رو فشار میدم، دستمو نگه میدارم، نگاه میکنم هر وقت نوشیدنیم به اندازه مطلوبی که میخوام رسید دستمو بر میدارم. مثلا فرض کنید این مدت زمان یا این مقدار آبی که ازش خارج شد مطلوب من هستش، دستمو که بردارم چند بار چشمک میزنه ذخیره شد. سری بعد من این دکمه رو بزنم به همین مقدار نوشیدنی بهم میده یا همون تایم دستگاه کار میکنه. همین قضیه در رابطه با دو کاپ و آب جوش هم ست میکنه. یعنی آب جوش هم میتونی براش تایم تعریف کنی که یه بار زدم 10 ثانیه کار کنه یا 20 ثانیه کار کنه. این مقادیر قابل تنظیم هستش. بهتره که شما دستگاهتون رو هر دو ماه یک بار، اگر روزی کمتر از 10 تا نوشیدنی از دستگاه میگیرین، هر دو ماه یک بار حتما رسوب زدایی رو برای دستگاه انجام بدین. معمولا خودش بهتون پیغام میده. اگر پیغامم نداد، قبل از اینکه پیغام بده بهتره رسوب زدایی رو انجام بدین. برای انجام رسوب زدایی اول محلول مناسبش رو از بازار تهیه میکنید. اینا اورجینالای خود دلونگی است. این برای دو بار هست، شامپویه. این برای یک بار هست، با اندازه یک لیتری برای پنج بارش هم میتونید تهیه بکنید. اینم باز ایتالیاییه با برند خودش. برای دو بار 200 میلش هم میتونید تهیه بکنید. اگرم نه که برند یونیورسال دلونگی میتونید تهیه بکنید. یونیورسال دلونگی هم 300 میله، برای پنج بار میتونید استفاده بکنید. ما معمولا خودمون توی کارگاه برای مدلای مختلف اتوماتیک یا غیر اتوماتیک دلونگی از همین یونیورسال استفاده میکنیم و کارای قابل قبولی داره، به خوبی آهک هم حل میکنه. برای اینکه رسوب زدایی رو انجام بدین لازمه که قبلش اگر فیلتر روی دستگاهتون هست، پس اول فیلتر از روی دستگاه بردارین. روش اگر فیلتر بود به این صورت، من الان فیلتر در آوردم، فیلتر از روش ور میدارین. حدود تقریبا یکی دو بند انگشت فاصله از بالا داشته باشه تا اینجا آب پر میکنید. یک پنجم از محلول یونیورسال هم بهش اضافه میکنید. بدون فیلتر مخزن رو جا میزنید و این دوتا دکمه رو با هم نگر میدارید. به محض اینکه نگهداری ببینید این چراغ بالایی روشن شد. برای اینکه برنامه شروع بشه این قطعه واتر اسپوت، یعنی اگه پارچ روی دستگاه بود پارچش رو در میاریم، به جاش این قطعه رو نصب میکنید، بهش میگم واتر اسپوت. اینو نصب میکنید و این دکمه رو فشار میدید. زمانی که من این دکمه رو فشار بدم از دو طرف شروع میکنه به آبگیری کردن. بهتره پورتافیلتر روش نباشه و سه مرحله است. این مرحله یک، مرحله دو، مرحله سه. مرحله اول که این مرحله رو انجام بده به کمک اون محلول مجاری رو میشوره. شما باید حواستون باشه که اگه لیوانا پر شد سریع لیوانا خالی بکنید. انجام میده تا میاد این چراغ روشن میشه. زمانی که این چراغ روشن شد یعنی رسوب زدایی تمام شده. مخزن رو میارید بیرون، میشورین تا ماکسیمم پر آب میکنید، دوباره جا میزنید، باز این دکمه رو فشار میدید. میرسه به مرحله آبکشی. مرحله آبکشی هم چند دقیقه طول میکشه. باز دوباره دو طرف آبگیری میکنه تا مخزن خالی بشه. مخزن که خالی شد میره چراغ سوم روشن میشه. چراغ سوم که روشن شد باز دوباره مخزن رو پر میکنید. توی این مرحله فیلتر رو نصب، سر جاش نصب میکنید، دوباره جا میزنید، باز این دکمه رو فشار میدین که بره مرحله نصب فیلتر که میشه مرحله آخر. باز دوباره از دو طرف آبگیری میکنه، ولی نصب فیلتر معمولا از این ور هست. آبگیری میکنه تا چراغش خاموش بشه و حالت نرمال دستگاه فعال بشه. سعی کنید هر دو ماه یک بار این کار انجام بدید که دستگاهتون به مشکل فنی برخورد نکنه. اگرم با پیغام حواستون باشه، اگه با پیغام شبیه به این روبرو شدین، ببینید چند تا از ایروراش هم بهتون بگم. اگه با مثلا شما آب جوش میخواییم بگیریم فرق نمیکنه، یکی از این نوشیدنی ها رو فشار میدین، با همچین پیغامی اگه روبرو شدیم به معنی این هستش که دستگاهتون به یه دلیلی نمیتونه آبگیری بکنه. معمولا چند تا دلیل میتونه داشته باشه. دلیل خیلی شایع اینه که عمر فیلتر تموم شده.
همسترین فیلترش معمولا یک سال عمر مفیدشه. بعد از یک سال شما اگر هم نخواستید عوض بکنید، فیلتر از سر جای خودش در بیارین، روش نست نباشه، چون اون فیلتر عمرش کرده، آب ازش عبور نمی کنه و دستگاه بهتون ارور میده، خطا میده، خطایی بهش میگن خطای آبگیری. یا اینکه مخصوصا سر جایش، مثل همین کاری که من الان عمدن انجام دادم تا ارورش رو ببینیم. ببینید به همین صورت زمانی که اینجوری بهتون پیغام داد و هیچ آبی خارج نشد، اول میشه فیلتر عمرش تمام شده، همونطور که گفتم یک سال عمرشه، بعد یک سال باید در بیاریم بندازیم دور، چون روی دستگاه باشه دستگاه نمیتونه ازش آبگیری بکنه و ارور میده، یا مخزن سر جاش نیست، یا آب دستگاه کمه، اینجا قرمزش معلوم میشه میاد، یا دستگاه رسوب گرفته و مجاری مسدود هست و نمیتونه آبگیری بکنه که این ارور رو بهتون میده. اگه در رابطه با استفاده این دستگاه، تنظیماتش، ستاپش، ریسپ فکتوری، رسوب زدایی، کلین یا مشکلاتی شبیه به این مواجه شده، میتونید با مجموعه ما تماس بگیرید از طریق کامنت یا تماس تلفنی، همکارا راهنماییتون میکنن. کانال ما رو هم حتما دنبال بکنید، این ویدیو هم اگه دوست داشتین لایک بکنید. ما سعی میکنیم هر روز ویدیوهای جدید از دستگاه‌های مختلف تهیه بکنیم و تو کانال به روز بارگذاری بکنیم. بعضی ایرادات هم ممکنه در طی کار پیش بیاد که لازم باشه مشتری ازش اطلاع داشته باشه، که ما بعضی اونها باز ویدیو تهیه میکنیم و تو کانال میذاریم. یوتیوب، آپارات، اینستاگرام و فیسبوک رو همشون ویدیوها بارگذاری میشه، میتونید ازش استفاده بکنید. ممنون که با ما همراه بودید.